الهی ای نهایت رحمت و مهربانی، به واسطه همه اسما و صفاتت از تو یاری می خواهم. به راستی دنیا را چه شده است؟ فرودگاه ها و بنادر، مدارس و دانشگاه ها همه تعطیل شده، تجارت و کسب و کار از رونق افتاده، شهرهای بسیاری در قرنطینه هستند. آیا جنگ جهانی دیگری در راه است؟ یا باید منتظر بلای بزرگتری باشیم؟ حقیقت این است که الله به یکی از سربازانش اجازه داده تا وارد میدان شده و هشداری برای جهانیان باشد. سربازی بسیار کوچک که حتی با چشم معمولی قابل مشاهده نیست. آری، ویروسی به نام کرونا. ویروسی به نام کرونا که این چنین دنیا را تکان داده است. ماسک و دستکش و مواد ضد عفونی کننده بسیار کمیاب شده و در این میان پزشکان و دانشمندان در تلاش هستند تا چاره‌ای پیدا کنند. حقیقتاً بلای خانمان سوزی است این کرونا. برادران و خواهران عزیزم، الله سبحانه و تعالی در 30 آیه از سوره مبارکه شورا می فرماید: هر مصیبتی به شما می رسد به سبب گناهانی است که انجام می دهید و من بسیاری از آنها را می بخشم. عزیزان گرام، آیا وقت آن نرسیده که به وسیله توبه از گناهان و روی آوردن به طاعت الهی به ذات با عظمتش رجوع کنیم؟ تنها او را به فریاد بخوانیم و بدانیم که غیر از او هیچ فریاد رسی نداریم که یاریمان کند. الهی، تو شب و روز نعمتهای خیش را بر ما نازل می کنی و ما به جای شکر نافرمانیت می کنیم. یا الله، ما چقدر ناسپاسیم که به غیر تو دل بستیم و بندگانت را شفا دهنده پنداشتیم. الهی، اگر لحظه ای ما را به حال خود رها کنی نیست و نابود می شویم. ای بندگان الله، کاش این مصیبت باعث شود تا الله را بیشتر بشناسیم و به او توکل کنیم و تنها دل به قدرت و عظمت او تعالی ببندیم. من نمی گویم احتیاط نکن و از ماسک و دارو و دیگر وسیله ها استفاده نکن. می گویم به اینها دل نبند و فکر نکن که این چیزها تو را از مرگ نجات خواهد داد. همه روزه در اخبار می شنویم که عده‌ای از کرونا مردند و عده‌ای دیگر شفا پیدا کرده، مرخص شدند، با اینکه همه آنها از این داروها و تجهیزات استفاده کردند. پس به یگان شفا دهنده عالم دل بسپار و تنها از او شفا طلب کن. مرگ و زندگی در دست الله است. الله در آیه 145 سوره مبارکه آل عمران می فرماید: هیچ شخصی نیست که بمیرد مگر به امر و اراده الله، و زمان مرگ او با قید وقت معینی نوشته شده است. بدانید که در این لحظات بحرانی مردم بیشتر از همه به شناخت الله تعالی احتیاج دارند، تا در پناه یگان معبود بر حق عالم از این همه بلاها به سلامتی عبور کنند. و این شناخت تنها در سایه فهم قرآن و سنت صحیح رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم میسر خواهد شد. آگاه باشید، مصیبت برای مؤمنانی که صبر می کنند و تسلیم قضا و قدر الهی هستند رحمت است، اما برای کسانی که زبان به اعتراض در برابر تقدیر الله می گشایند عذابی دردناک خواهد بود. در پایان عرایزم، دعایی را که در حدیث صحیح از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم روایت شده برای شما بیان می کنم. امیدوارم الله تعالی این دعا را از ما و شما بپذیرد. الهی، من از پیسی و دیوانگی و جزام و از بیماری های بد به تو پناه می برم.